این روزها جزئیات جدیدی از هسته های تروریستی رژیم ایران در کویت و بحرین فاش شده علاوه بر این شاهد اقدام های تحریک آمیز سپاه پاسداران در خلیج فارس هم هستیم در برنامه امروز میخوایم مقداری به وضعیت و موقعیت رژیم در منطقه بپردازیم میهمان برنامه امروز ما اسحاق علی نجات است اسحاق برنامه سرخط خوش آمدید با تشکر از شما و با سلام خدمت همه بینندگان سیمای آزادی انته این سال ها میدونین که رژیم آخوندی همیشه در تعارض و درگیری با همسایه های عربش بوده یا همسایه دیگه ای که داشته و این چیز جدیدی نیست همیشه هم از انزوای رژیم ما صحبت کردیم با توجه به این عوامل موقعیت رژیم در منطقه آیا موقعیت کنونیش تغییری کرده و شما اون رو چطوری میبینید دو چیز تغییر کرده در منطقه اوزه بله؟ منطقه که خیلی تحولات مهمیه و تقریبا میشه گفت چیزای ورق خورده اساسا اولیش اینه که صورت مسئله منطقه که تا حالا تو این سالیان داعش بوده این کنار رفته یعنی عوض شده با شکست این در موسل که مرکزش رو تو عراق و شکست تو رقه در واقع این که به عنوان تهدید اصلی و چالش اصلی منطقه و حتی در سطح بین المللی مطرح بود این رفته کنار حالا ممکنه بلاز تعداد عدد حضور اینا باز باشه خب معلومه بالکل نابود نشده ولی اون مرکز و کانون اصلی برداشته شده در نچه اون تهدید اصلی واقعی که پشت این قایم شده بود این رو اومده یعنی اون صورت اصلی صورت مسئله اصلی منطقه که همین اختاپوس بنیادگرایی و ولایت فقی و خلیفه ارتجای الان رو اومده مثلا شما نگاه کنید این, این که میگم این صورت مسئله کنر رفته چه عواقب و آثاری داره این برای رژیم این داعش یک معایده بود اگه چه خودش و نوری مالکی و اسد یعنی دست دای رژیم عامل ظهور و گسترش این بودن ولی خود اینا طوری جلوه میدادن که انگار در علیه دایش می‌جنگن و علیه تروریسم می‌جنگن. فضا اینقدر آلوده و ابهام آمیز شده بود که نیروی هوایی ائتلاف بین و در رأسش آمریکا شده بودن در واقع حامی هوایی هشت شعبی و نیروی قدس و در واقع شبه رژیم تو عراق یه تبدیل شده به نیروی هوایی اونا برای پیشوین تو سوریه هم اساسا دخالت رژیم و خود روسیه که وارد شد با این محمل و پوش بود که اینا میان علیه داعش می جنگن. در حالی که واقعا در همکاری صد درصد بودن و این دوتا حتی مناطق رو با هم دست به دست میکردن در توافق علیه رزمنده ارتش آزادی و علیه رزمندگان سوریه حالا این پرده استتار این برداشته شده و اون تهدید اصلی و چالش اصلی رو اومده این یک تغییر و تحول خیلی مهم و تعیین کننده است بی سبب نیست که رکس تلرسون وزیر خارجه آمریکا توی روز یک اوت 2017 که میشه ده مرداد ببین تو جمع خبرنگار تو واشنگتن چی میگه میگه حالا که داعش شکست خورده و کمر شکن شده ما با روسیه در منافع مشترک هستیم تو سوریه ولی ما در دیدگاه خودمون و دو تا شرط هستیم برای روسیه دیدگاه اولمون اینه که رژیم اسد هیچ نقشی در حکومت آینده سوریه نداره اما دومین شرط ما این برای نزدیکی به روسیه و همکاری مشترک علیه تروریسم دومین شرطی که ما داریم این است که نفوذ نظامی رژیم ایران و حضور مستقیم نیروهای نظامی این رژیم در داخل سوریه پایان یابد آنها باید از سوریه بیرون روند و به کشور خود بازگردند خواه سپای پاسران باشه خواه شبه نظامیان اجیر شده و نظامیان خارجی که رژیم ایران در این جنگ سوریه وارد کرده یعنی وقتی اون دودستر رفیرون همه اینا با محمل جنگ با داعش اونجا بودن دیگه بایدون. میگه حالا که این شده خب شما بزنی بیرون دیگه پس این یک تحول خیلی مهم تحول مهم دوم تغییر سیاست آمریکا در منطقه است با رفتن اوباما نگه تو 16 سال اخیر حتی قبل از اوباما رژیم انبوهی دستاورده بادوارده در تو منطقه از سقوط عراق، سقوط افغانستان، در واقع عراق و تو سینی تلایی بشتدن این دستاورده بادوارده مخصوصا توی دوره هشت ساله اوباما به اوجش رسید بیشترین خدمت و این سیاست مماشاد و استمالت اوباما به آخونده کرد تو این مدت حالا این سیاست کنار رفته یه دولت جدیدی اومده که دیگه همه چیزو از رژیم نمیچینه تو دوره اوباما همه چی از رژیم چیده میشد و اینکه آخوندا رنجیده نشن مثلا حتی در رابطه با چیزی که در رابطه با منافع امنیت ملی خود آمریکا بود مثلا شما نگاه کنید افتضاح گروگانگیری آمریکا تو خلیج فارس چه فضاحتی بود حتی تو بو این وزیر خارجه وقتی آمریکا تلفن میزد به وزیر خارجه وقتی رژیم ظریف تشکر میکنه که زودی نرازت کنید آخه گروگان گرفتن سلا بالا سرشون گذاشتن یا افتضاح آزاد کردن گروگان های آمریکایی تو ایران که یک میلیارد و 700 میلیون دلار پول نقدم براشون فرستادن به جای مؤاخذه همه چی میگم از این چیده میشه من. یا اون خط قرمزی که اوباما تو سوریه تعیین کرد برای چی زیر پا گذاشت برای چی حمله نکه به رژیم اسد برای که آخوندا رنجیده نشن در چیه؟ الان با اومدن همین دولت جدید که رفتن این سیاست مماشد و اوباما یک چیز جدی وره خورده و یک تغییر عمده و یک تحول نقطه عطف ایجاد شده شما اشاره کردید به تغییر سیاست آمریکا میخوام سوال کنم که شاخص این تغییر رو چه میدونید یعنی چه علائم و آثاری وجود داره که دال بر تغییر سیاست هست دو تا عامل رو بهش اشاره میکنم اولا اینکه سیاست آمریکا تو منطقه دیگه مانند قبل علیه مخالفان رژیم نیست با. اینجوری بود که اوباما یا سیاست قبلی همه چی از رژیم چیده میشد دنه در مقابل رژیم عربستان و کشورهای عربی و اعتلاف عربی و همه کشورهای منطقه در واقع رو در روی سیاست بودن یعنی اوباما با عربستان با تمام کشورها تزد کار میکرد به سود رژیم دخالت گسترده از موشک پرانی از یمن که میشه انبوهی فاکت و نمونه در این رابطه گفت به از اینکه دولت جدید تشکیل شد این دونالد ترامپ اومد اول سفر خارجیش به کجا بود عربستان به عربستان با. یکی از شاخص جدی کنفرانس ریاض بود تو اردی به شما تو اواخر اردی بهشت اونجا پنج مشترک. بله 55 کشور اسلامی عربی و با حضور آمریکا و خود دونالد ترامپ اونجا جمع شدن چی را, را دادن رژیم رو رژیم سوریه رو متحدینش با. کسی که خودش رو صاحب کشورهای کشور اسلامی و عربی میدونسته که راش نداده به این کنفرانس اونجا یه بیانیه پایانی دادن تو سیوه که بهشت بیانیه پایانی جلوی من هست تو سی اردی بهشت که تماماً علیه رژیم اقدامات بی مواضع کنندش موازه استمرار دخالتاش که الزامات عملی میذاره که باید با این اقدامات تخریبی و ویرانگر رژیم ایران مقابله کرد علاوه بر انبوه قراردادهایی که آمریکا با عربستان بست که حتی تا 500 میلیارد دلار تخمین زده میشد 110 میلیارد فقط تسلیحاتی برای مقابله با چی با همین تهدید رژیم خود رژیم اسم این کنفرانس گذاشت چی همین تجمع ناتو عربی ببین حسین شریعه مداری نماینده خامنه‌ای تو کیان چی میگه میگه آقای روحانی در اولین روز انتخاب خود این مصادف شد با انتخابات رژیم سایه جنگو از آمریکا هدیه گرفت این سایه جنگو چی میگیره همون کنفرانس ریاض <applause> یعنی تعادل از این سمت به اون سمت چرخید پس این یک شاخص عمده حالا یه شاخص دیگه میبریم تو سوریه از موقع که این دولت جدید اومده حدود هفت حمله به رژیم متحدانش شبه نظامیانش نیروی قدسش حزب الله شده اولین حمله تو فروردین ماه بود موقعی که بشار اسد شیمیایی زد به خان شیخون <applause> با زنا و کودکان را قتل عام کرد با شیمیای گاز سارین آمریکا 59 تا موشک زد به همون پایگاه که پایگاه شعیرت بهش میگفتن درسته بله. این یک تحول خیلی مهم و یک نقطه عطف بود چرا تا اون نقطه بنا به گزارش سازمان ملل متحد و کمیسیون تحقیقش از 21 اوت 2003 تا آوریل 2017 این گزارش سازمان ملل 26 حمله نظامی، حمله شیمیایی اسد کرده بود. 26 حمله شیمیایی بدون پاسخ بدون پاسخ نه. هیچ پاس حالا اپوزیسیون سوریه مثلا نسر حریری که رئیس هیئت مذاکره کننده سوریه است، اونا رو میگن این خیلی کمه، کاهش دادن، جنایتو کم رنگ کردن، 160 حمله را اسم میبرن. 160 حمله همه ثبت شده. گزارشش هم دادم به سزمن. ولی از همه اینا چشم پوشی شد ولی با این چرخش که میگم این تغییر خب اولین بار این حمله شد 59 تا موشک زدن ببین کیهان رژیم گفت چی سر همین حملات این جمله شو میخونم براتون میگه که میگه هدف اصلی این حمله نه سوریه که در ایران اسلامی است یعنی مخاطب چیه رژیمه قبلش همه چی از رژیم چیده میشد دیگه حالا سایر حملات چی بود یک سخوی 23 رژیم اسد و جنگنده آمریکایی زدن انداختن پایین که اول بار بود اینم دو تا پهباد رژیم که دست انداختن چهار تا حمله به ستونهای های نظامی رژیم و حزب الله و اینا که میخواستن پادگاه پایگاه تنفو بگیرن تو مرز ایران و عراق و اردن به یکم به حشو شعبی و اینا تو همین فاصله شده خب همه اینا چیزه بودی قبلش نبوده یعنی یکی از آثار و علائم و شاخصه این تغییر تو سوریه است و با این تعارض و تزد طوری که نیویورک تو سر مقالش نوشته بود که یکی از صحنه های تصادم ایران و آمریکا همین سوریه ممکنه باشه شما اشاره کردید به موضوع سوریه و تعادلی که در سوریه علیه رژیم چرخیده ولی از طرف دیگه روسیه پشتیبان و حامی رژیم بود در سوریه و کماکان به این پشتیبانی خودش ادامه میده روسی هم وزنی کمی نیست این رو چطوری تفسیر میکنید؟ بله روسیه واقعا خدمات اساسی انجام داد به بقای رژیم اسد خود لاوروف گفت که موقع که دمش تو محاصره رزمنده ها بود ما اگه وارد نمیشودیم. چند هفته بعد این سقوط می این کمک ها, این خدمات رو رسونده ولی ما نمیتونیم بگیم که این روسیه و رژیم ایران منافعشون عین همه تو سوریه و اینکه این دوتا در واقع متحد استراتژیکی روسیه منافع رو داره به خاطر همین رسیدن به این منافع وارد سوریه شده در یک بازی بزرگ بین المللی در مسائل میبینه کما اینکه شما میدونید یکی از مسائل خود روسیه اوکراین کریمه گرجستان در واقع همون مرزه خودشه با ناتو دنچه میخواد در یک معامله بزرگ با آمریکا این مسائل حل و فصل کنه که من که تلرسون میگه ما در این منافع مشترکیم ولی این شروطو رو میذاریم که ما این که رفتن همین اواخر یعنی حدود یک ماه پیش با آمریکا و اردن یک توافق نامه امضا کردن در مورد آتش بس تو جنوب سوریه تو مرزه اردن که یکی از شرایطش این بود که روسیه در واقع پذیرفت و تحمیل کرد به رژیم که رژیم و اسد حق دخالت تو مرزه اردن رو ندارن و حق نداره این شبه به همون پایگاه تنف و اونجا وارد شه که موقع که موقعی که میخوام وارد شه آمریکا میزنه حالا من به خاطر اینکه این از زبون خود رژیم چیز کنیم ببین چی میگه روزنامه ابتکار 22 مرداد همین خوب بیان میکنه میگه به رغم همه اختلاف ها و تزاده که در موازه آمریکا و روسیه در بحران های منطقه دیده میشه این که روسیه تن به قبول قبول حضور و خاصی واشنگتن در مذاکرات میده نگران کننده است مسکو هم به همان اندازه واشنگتن تهران و مشکل اصلی بی ثباتی سوریه و تاخیر در فرآیند صلح میدونه و از همه مهمتر مناسبات مسکو تهران آنگونه که گفته می شود استراتژیک و راهبردی نیست اینو کی میگه روزنامه ابتکار 20 مرداد رژیم میگه این رفتار روسیه اقتضا میکنه که دستگاه دیپلماسی ایران در روابط خود با روسیه بازنگری کنه در مجموع شما صحبتتون اشاره به اینه که رژیم در منطقه به قایت ضعیف شده میخواستم سوال کنم که علائم این ضعف رو ما چطوری و در کجا باید جستجو کنیم به خصوص که رژیم کماکان مدعیه که چهار پایتخت عربی رو در اشغال یا تحت نفوذ خودش داره بله درست رژیم الان درگیر سه تا جنگ جدیه خب تو ظاهر که نگاه میکنی خب همش تعرض و تهاجم و اعزام نیروی ناست ولی اصلا نفس درگیر شدن در ست جنگ به طور همزمان این خودش بالاترین بحرانه نه. تمام زخیر استراتژیک رژیم رو آب میکنه این جنگ این جنگ فقط تو سوریه سالانه 24 میلیارد دلار در محتترین حالت از بوجه رژیم میبلعه رژیمی که با اون اقتصادش که اصلا الان موضوع بحث ما نیست. عدد هفتت هزار نیرو میدن حتی بیشتر که اونجا داره روزانه قیمت میده برش روزانه جنازه و کشته برمیگرده خیلی هم بر نمیگردونه این خودش تو نیروهاش تو صفوفش تو نظامیانش آثار کاهنده و مخرب بر جای میذاره تو منطقه تو تأثیر نفوذش و نفوزش همینطور بعد تمام بالا تا پایین رژیم از خود خامنه ای درگیر و مشخلی زینیشون همین داستانه بعد این جنگ وقتی پیشروی نداره وقتی قفل مثل سوریه که الان رسیده به این نقطه وقتی اون دود استار کنار میره این بر میگرده توی نقطه الان مطرح میشه که باید رو به بکشی بیرون خب میکشی بیرون همونطور که خامنه‌ای گفت خط دفاعی تو کجا میبندی به تو کرمانشا ببندی دیگه تو داخل ببندی این تعرضو میکنه چون راه نفس و راه بقاش رژیم صدور تروریسم سرکوب دیگه دانه. وقتی این بسته این جنگ ریل عکسو وارد شه خب رو سرش آوار میشه دوباره حالا من فقط چند تا اشان میگم چند تا مورد فقط یه مورد موقعی که رژیمی ضعیفه هر کی بهش لگد میزنه دیگه وقتی قویه خیلی تعرض نمیکنن بهش دیگه حساب کارو میکنن نگاه مثلا این کویت همین ماه گذشته اومد ما چیکار کرد نصف بیشتر دیپلمات رژیم بیرون انداخت این روزنامه قانون رژیمه 22 مورد ببین چی میگه میگه در عرصه منطقه دیدیم که چگونه کشور کوچکی مانند کویت با یک اقدام اهانت‌آمیز دست به اخراج دیپلمات ها و کارمندان کشور کشورمان زد و به این گونه کاهش رابطه دیپلماتیک و بر همکاری دو جانبه ترجیح داد درسته این داستان قطر که شما میدونید دیگه کشور عربی مهم مثل عرب سنوینه این یه مورد دیگه اینا اومدن باش قطر رابطه کردن محاصرش کردن چند تا شرط گذاشتن رو میزش یکی از شرطا چی بود قطر رابطه با رژیم قطر رابطه با رژیم و اینکه حزب الله رو بیرون کن با حزب الله مگه قطر همون روز با رژیم رابطه داشت مگه تو همون روز حمایت میکرد از بنیادگراها و حزب الله و نمیدونم باج میداد به با رژیم و این کارا رو می‌کرد نه چون تعادلی چرخیده بعد از اون کنفرانس ریاض بعد از این تغییر سیاست آمریکا تو منطقه و بعد از اون جبهه که گفتم خب اینا چیه زمینه رو کافی لازم دیدن که اینجوری دارن تهاجم میکنن این هم یه مورد دیگه حالا یه مورد دیگه خورده از منطقه میریم فراتر این رژیم سال هست دنبال اینه که بشه عضو اجلاس شانکای اجلاس شانکای محورش کیه؟ روسیه و چینه کسا متحدان سنتی رژیمن تو هر جایی تو سوریه تو همه جا خب میگن میرن به امداد رژیم تو شورای امنیت میرن تو آخرین اجلاسش که توی خرداد 19 خرداد بوده درخواست هند و پاکستان و برای عضویت پذیرفتند این دوتا شدن عضو اجلاس شانکای رژیم رو نپذیرفتند گفتند تو آب نمک خوابوندنش فعلا تو بمون هنوز ناظر خب اگر تعادل قوایی بود اگر رژیم قوی بود خب راش میدادن دیگه اجلاس امنیتی منطقه اجلاس کمی هم نیست اما میشه از این موارد انبوی گفت مثلا تاجیکستان بلنه. تو تاجیکستان یک جنگ داخلی شد تو سال دهه نوت امه. الان چندیم سال 2017 ایم دیگه مه. تو سال حدود 92 الان حدود 18 مرداد تل تلویزیون تاجیکستان اومده یک مستند 45 دقیقی پخش کرده گفته این جنگ داخلی پشتش چی بوده؟ رژیم رژیم ایران آموزشش تو قوم بوده این نفرات تسلیتش تو خون بوده پولش تو خون بوده نفرت که اعترافات تلویزیونی گرفتن همون موقع ازشون اومده تو این مستند فاش کرده که کی ما را توجیه کرد چجوری فرستادن کیا را کشتیم رئیس سابق پارلمان رو کشتن کلی از مقامات دولت اونجا رو کشتن کلی قتل عام کردن اونجا بعد از بیست چند سال اندی سال اومدن اینو فاش میکنن که رژیم پشت این داستان بوده چرا تا حالا خوابیده بود خوابیده بود رو نمیشد به دلیل اینکه خب الان ضعفی از رژیم دیدن گفتم هر ضعیفی میاد وقتی میبینه طرف ضعیفه یه لگدی بهش میزنه مثل اون لات محله است که خب کسی سرش بهش نمیرسه ولی وقتی میبینن این پشمو پیلش ریخته کسی نیست خب هر کی دو تا چیز چکیده بهش میخوابونه تو گوشش حالا یه مورد دیگه تو افغانستان که همسایه بغلی مونه این نیویورک تایمز یه مقاله زده روز 15 مرداد 2400 4200 سل... کلمه همش راجع به دخالت های رژیمه خیلیش از سال قبل بوده فاش کردن تو استان فراه افغانستان یه درگیری بوده کلی کشته گرفتن از نیروهای طالبان از نیروهای افغانی بعد الان میگن این خود کی نوشته نیویورک تایمز نوشته مقامات اطلاعی اطلاعاتی افغانستان میگن که وقتی دود ناشی از حملات خابیت مقامات افغانی متوجه شدن که چه کسی در پشت حمله طالبان بوده ایران دو نقطه ایران میگه حتی نفرات زبده رژیم و کماندوهاش که کشته شدن اونجا تو ایران تشی جنازه شدن خب تعالی چرا حالا چرا این مسکوت بوده الان دیدن رژیم چیزه پرونده دونه دونه رو میشه این دود ستره که میگم حالا خود رژیم اعتراف میکنه به همین ضعف یک فقط یک موردشو میخونم روزنامه قانون 22 مرداد میگه در عرصه منطقه دیدیم که کوید این کارو با ما کرد در سوریه حضور مضاعف و چشمگیر روسیه در تمامیت بازی در کنار تلاش آمریکا نشان میدهد که بازی به گونه دیگری رقم خورده در همین کشور همسایه خودمان در عراق نیست عراق که میگیم تو سینه تلایی بهش تقدیم کردن گوش کنید در, در کشور همسایه خودمان در عراق شقه جدیدی در مجلس اعلا و جدا شدن امار حکیم از این جریان و تشکیل حزب حکمت ملی به همراه سفر غافل گیر کننده مقتداست به عربستان و دیدار با ولی عهد جوان محمد بن سلمان نشان می دهد که اوزا انگونه که باید پیش نمی رود پس تو عراق هم این نمونه را که میاره سفر صد به عربستان و بعدش هم رفت امارات و هواپیمای اختصاصی برش فرستادن و جدا شدن حکیم از اون ائتلاف رژیم و میگه نشون میده وضعیت زیاد به نفع ما نیستا. مللی نیست وضعیت بین المللی نیست علو بر منطقه این روزنامه همون رژیم 22 مرداد قانون با حضور پدیده به نام ترامپ در کاخ سفید برای کشورمان موجی از ناآرامی و تنش را به همراه آورده که اگر برای این یکی چاره ای اندیشیم بی گمان از گردن ترامپ به سادگی عبور نمی کنیم یعنی میگه هم تحول منطقه شده هم تحول بین المللی شده بله شما به وضعیت جدید رژیم در منطقه و به ضعفی که دچارش شده و همینطور حامیان خودش رو داره یک به یک دست میده اشاره کردید سوال آخرم اینه که خب با این وضعیت رژیم چه چشم اندازی در پیش رو داره و چطور میخواد از این بنبست ها یا از این چالش هایی که داره خلاصی پیدا کنه چه امکاناتی داره؟ رژیم دو تر کار داره یه رای کاری که, که همین تحریکات و جنگ فروزی و دخل توی نر ادامه بده که با توجه به آرایش جدید و گفتم تعادلی که چرخیده و این نقطه عطفا که گفتم خب این نهایتا به تصادم و روی روی منجر میشه و رژیم قیمت سنگین و کلونی خواهد داد تا حالا سیاستش اینه که این خطو در ادامه میده همین دیروز 24 مرداد همز 25 مرداده آسوشت پرش نوشته از یک روی روی جدید خبر داده که بالا ناو بالا ناو ارتش آمریکا تو خلیج فارس دوباره پهباد فرستاده سیمتریش متریش که خودشون میگن صد فوتیش چند روز قبلا باز همینجور بود قایقای سپا بود شلیک حوسیا چند روز قبل ترش بود دنش تا حالا در این خط رو تبلیغ میکنه یعنی همین تحریکات و ادامه تو سوریهم هم می نمیده که در میکشه بیرون تو عرق هم همین جور. درسته به همین دلیل وزارت خارجه آمریکا دیروز تو بریفینگش تو توجیه متواتیش حرفش این رفتار بی ثبات کننده رژیم ایران نگران کننده است و ادامه داره هنوز در شما باید با متحدین با این مقابله کنیم این عین وزارت خارجه است حالا راه کار دوم چیه بیاد دست از اینا برداره مثل چوی دست از اتمیش برداشت حتی موقت گذار کرد اون نیش اتمیشو کشیدن برای مثلا ده پونزه سال دست از اینا برداره جام زهر منطقه هم بخوره بره پای برجام دو کوتا بیاد از اینا خط دفاعیشو بجن که تو سوریه و تو اون چهار تا پایتخت ببنده بره تو همون کرمانشاه و لب مرز ببنده این راه دوم که این راه و رو روحانی الان تجویز میکنه دیروز تو مجلس رژیم بوده برای همین معرفی وزراش ببین چی میگه خطاب به اون باند باند روحانیه باند خامنه‌ای میگه شما این حرفه روحانی شما میخواهید ما تحریم هستی برداریم کبر برداشتیم رفتیم مذاکره بعد اگر میخواید همه تحریم ها رو با جهان حل کنیم اهلا و سهلا به ما اجازه بدید با ما, با،, با ما کمال جدیت با کمال جدیت و با کمال قدرت میرویم با موافق میشیم یعنی میریم کجا؟ مذاکره پای مذاکره مثل اتمی با گذار میکنیم صدور انقلاب به منطقه و صدور تروریسم و اینا رو برمیداریم آره حالا گفتم الان تو این دوتا موندن کدومش بره خامنه کدوم بره اینو بره اونو بره هر روزم که تا این تکلیف نمیکنه، این تو بومبس میگی رای خروج داره تو این نقطه نداره اصلا کلا هر کدوم از اینارم بره عواقبشو داره پیامده شو داره پیامده سیاسی اقتصادی اجتماعی همین رو داره حالا گفتم هر روز که بره قیمت بیشتر میده از جمله همین قانون تحریم آمریکا که تصویب شد که <applause> اوباما مم... ترامپ هم امضا کرد این اسمش چیه قانون 2017 مقابل با فعالیت بی ثبات کننده رژیم ایران درسته حالا این استراتژی اولین قانون چیه براتون میخونم صفحه دوشه خود اون قانون که منتشر کرد یک استراتژی منطقه در آوردن برای مقابل با تهدیدات متعارف و نامتقارن رژیم ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا. یعنی هدفی که چیه برچیدن این بساط رژیم تو منطقه برچیدن بساط سپای پاس سرن چون تو این نامگذاری روسیه سپام شده پس الان گفتم اون پرده ستر رفت کنار این داستان صورت مثل عوض شد تمرکز رو کیه؟ رو دخالته منطقه رژیمه رو خلعید از رژیمه رو برچیدن سپای پاسرانه دانش باید الان رژیم بیاد انتخاب کنه حالا این خط و این سیاست و این استراتژی که اومده به این نقطه رسیده این خط چیه؟ خط همین مقاومت میخوام بگم فقط در به صورت اشاره در واقع یه چیزی اثبات شده تو این داستان خانم مریم رجوی تو سال 82 پارلمان اروپا هشدار دادن که دخالت رژیم ایران تو منطقه تو عراق صد بار مخربتر از اتمیه بعد از این سالها الان به این رسیدن تو کنفرانس ریاض به این سه همی تو قانون آمریکا که الان تصویب شده تو صدرش صحه گذاشتن بر اینه یعنی اومدن پایین داستن درسته؟ بلی. یعنی یک همراهی منطقی یک همراهی بین با این خط و استراتژی درست با این جبهه درست حالا رژیم باید بیاد انتخاب کنه کدوم میره کدام کدوم راهو میره بله با تشکر از شما و امیدواریم در گفتگوهای آینده ببینیم رژیم کدام راه رو میره و شما همراه ما باشید با تفسیرهای بیشتر بینندگان عزیز نگاهی بود به وضعیت رژیم در منطقه و گفتگوی داشتیم با اسحاق علی نشاد